درود بر همگی امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشین دوستان خبرهای مربوط به کرونا پاندمی و گرفتاری های اون از های همه مردمی که عزیزانشون از دست میدن نگرانی از این که ممکنه ما بگیریم نگیریم چه خواهد شد در آینده گرفتاری به هر ها و لاکدانی که در همه جای دنیا دیده میشه کم و بیش این روزها خبرهای درجه یک و دست اولیه که همه ما به نوعی با اون درگیریم فارغ از اینکه پول داریم یا فقیر مال چه کشوری هستیم همگی با هم درش مشترک هستیم به جز موارد منفی که به هر حال همه میدونیم یه میخوام یه جور دیگه به این موضوع نگاه بکنیم و به اصطلاح میتونیم یه چیزای مثبتی هم ازش دریافت بکنیم و اون رسیدن به یک سری آگاهی هایی هستش که به دلیل اینکه این یک اتفاق جهانی هست میشه به اون, میشه به اون شکل به شکل یک مدیای جهانی به اون نگاه کرد چرا چون مدیا که خب به هر حال دست یک مافیای جهانیه و ما تریبون و صدایی نداریم ولی این به نوعی در همه جای دنیا بدون اجازه از کشورها و بدون اخذ ویزا در همه جا رفته و همه مردم با گوشت و پوست و خونشون دارن با اون مواجه میشن و میبینن پناه آوردن به یک خدایی که میپرستیدن و معتقد بودن همه جا نجاتشون میده و به کنش و کعبه و بادخانه و کلیسا و مسجد <تصفح> اما دیدن جواب نمیده در لحظه هایی که کودکانشون ناله میکردن جوانان و عزیزانشون نفس نمیتوسن بکشن اون خدایی که میپرستیدن جواب نداد اون کجا بود که نمیشنید ناراحتی های اونها رو یا ناراحتی های ناشی از مسائل اقتصادی ناشی از پاندمی رو جواب بده و کمکشون کنه و الان هم نمیتونه پاسخگو باشه به دانشمندان پناه آوردن که ما رو نجات بدین یه دارویی پیدا کنید یه دارویی پیدا کنید که تا حالا نتونسته الان هم که ادعا میکنه که ما واکسنی رو پیدا کردیم خب کجاست اون واکسن الان که دچار مسابقات اینکه بیاین تو خبرها زودتر بگین واکسن ما چند درصد موثره شدید و اینکه بدون اینکه بیاین اثبات علمی پیدا کنید که این بیزرر هست میخواین فقط توی مسابقه برنده بشید و با کمک مدیاهای که به هر حال بازم معلومال هست حال هستن میخواین بشر رو به تبدیل به موش آزمایشگاهی بکنید و این چهره دانشمندان و حتی علم رو در نزد انسانها بدتر مکدر کرد کما اینکه یه گمان زنی هایی میشد در مورد کرونا که چرا به وجود اومد چرا سال 2015 دانشمندان سازنده این ویروس کووید 19 با افتخار گفتن ما یه ویروسی تولید کردیم در آزمایشگاهمون که این گونه بوده اون گونه بوده این چه افتخاری داشته وجود آزمایشگاه های ساختن ویروس ها و میکروب ها در دنیا نشونه چی هست و کمک دانشمندان به این سیاست کثیف بابت چیه مردم از علم و دانشمندان توقع دیگه ای دارن و همچین چیزایی میبینن این از مدل ساخت میکروب های مختلف این هم از برای پیدا کردن داروها و درمانشون و برحال سیاست مداران هم با مدل های مختلف برخورد با دردمندان تا حالا نشون دادن که دلشون برای انسان ها نسوخته و دارن نشون میدن و هرچه بیشتر برای همه مردم دنیا روشن میشه که مثلث دین و علم و سیاست چگونه بلایی رو بر سر بشریت آورده و نمیتونه راه نجاتی به اونها باشه بر گرفتاری ها از اونهاست و اینها شو میتونه از یک سو مثبت باشه چرا که خیلی ها آویزون بودن به یک کدوم از این سه زل مسلس دین و علم و سیاست و فکر نمی که مشکلاتشون از کجاست الان کم کم داره وجدانها بیدار میشه چشم باز میشه آگاهی داده میشه به همه مردم که بیایید با هم یه فکری بکنیم نه بگیم به سیستمی که آلوده است و فاسده و ما رو به اینجا کشونده انسانها رو به فقر و بیچارگی و تبعیض و گرسنگی و کشتار رسونده چرا ما نباید زندگی بهتر داشته باشیم و بله بگیم به دنیای بهتر و پایه انسانیت عدالت آزادی کمپینی که ما سالها پیش عنوان کردیم همین بود اساسش و الان هم من دعوت میکنم از اینکه بیاییم با هم هر چند تعدادمون کم باشه این پتیشن رو امضا بکنیم چون کمک به این معضل جهانی نیاز به یک اجماع جهانی داره در زمینه خدا و دین در زمینه علم در زمینه سیاست و اینکه بخوایم به یک سیستم بهتری برسیم تنها راهش برای ایستادن در مقابل مافیایی که انسانها رو هدف گرفته یک اجماعیه که کسایی که همچین عقیده ای دارن با هم همکار باشن خب ازتون دعوت میکنم توجه بفرمایید به یکی از دروس آقای بورژدی در و بررسی عدم تطابقهای بعضی از اسناد دینی به بیدین فوش ندهید اما فلسفه بیست در جنگیدن است. مزین کارش تزین عقاید متفاوت در انسان ها می باشه سور انعام جز هفته ماهی سدهشت ولا تصب بلزین یدونم دون الله به مخالفین خودتون ناسزا نگید عصبانی نشید هرکه نیمه زیر بیرق شما باش درگیر نشید اینجا چندتا قسمت داره بعد برای باز شدن یکی ولا تصب اللذین یدون من دون الله میگه فوش ندید اما بجنگی بی ادبی نکنید به اونایی که به در عقاید با شما متفاوت و مخالف بعد گردنشون رو بزنید این اصلا ناقضه بو استوان اوقاتلکم بعد اینجا میگه ولا تصب اللذین یدون من دون الله پیغمبر مبعوث شد که بکشد گیر بکشد هر کس که یدعون من دون الله غیر خدا رو دعوت میکند میخواند میپرستد قسمت دوم این است که فیصب الله به خدا فوش میدن اینجا انگار خدا ترسیده بهش فوش بدن ببینید وقتی که یه شعر میگن توش میمونن قافیش خراب در آمدیم یه معبودی رو ساختیم برای مردم کره زمین به هر مقصدی برای آدم کردن مردم برای هدایت کردن جامعه برای صلح و صفا در اجتماع بعد این خدا اونقدر کوچک شد که در هند میگن مغازه های خدا فروشی هست همه جور کوچیک تا بزرگ همه مدل واقعیت هم همینه خدا همونه کوچیکش میکنن بزرگش میکنن رنگش میدن لاوش میدن ترسناکش میکنن خوشمزهش میکنن, میکنن،, میکنن، عصبانیش میکنن اخموش میکنن همین که تو آیات اومده دیگه خدا غذب میکنن میخندد خوشحال است بدش میکنن الله اینجا این شما آیه رو میخونید کاملا مشخصه میگه فوش نده تا به خدا فوش نده تو به بوت یا به عقاید مخالفین خودت فوش نده که اونا به خدا فوش نده دقیقا مثل این است که بین دو نفر جنگ و دعواست این به اون میگه با کوتا یا کوتا او میزنه فیصب الله به غیر علم کذالک زینا بحث بدینه زینا موشه بعدیش در این است که خدا زینت میدهد خیلی دقت کنید اینجا برای مهاجه خیلی مناسبه قرآن بهترین کتاب است برای ما جهت پیدا کردن حقیقت ما قرآن کنار نمیگذاریم چون همیشه بهش نیاز داریم میگوید کذالک زینا لکل امت عملهم یعنی بتپرست بتپرست نشد مگر آنکه من کشوندمش به اون را بیدین بیدین نشد مگر اینکه من اراده کردم لا مذهب لا مذهب نشد به این ای شاید قشنگ ای افشاگری میکنه قرآن هته این خدای ساختگی میزه رو هم. <تصفح> بعد میفهمی که یه عمری وقتی میگم سرت کلا رفته برای چی زینا لکل امت عملا تزیین کردیم برای هر مردم شد پس دیگه تو که متشرعی متدینی حق نداری یقه فامیل تو آشنا تو بگیری بگی لا مذهبی دین لا مسلم خدا خواست اینا اینا آیست و قرآن هم که معخذ محترم برای متشرینه برای ما محترمه به خاطر اینکه ازش استفاده های تحقیقی میکنیم این مبحث برای مهاجه خیلی خوبه چند تا وحش داشت یادت فوش ندید به مخالف ولی اسلام جهاد داره گردن مخالف رو میزنه یک فیصوب الله خدا میترسه کسی بهش فوش بده اینقدر کوچیکه حقیره که میگه که تو نکن به طرفدار خودش میگه تو فوش نده تا به منم فوش نده این دوتا سومم که زینت کردم یعنی هر کس به هر کاری کشیده میشود دست خودش نیست